بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. أما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم با برنامه دیگر از ویژه برنامه پرسش و پاسخ به مناسبت ماه مبارک رمضان و برای پاسخگویی به سوالات فقهی و شرعی شما. هر کجا که هستید به خیر و سلامت باشید. طاعت و بندگیتون مورد درگاه حق تعالی قرار بگیره و انشالله همه و همه در راستای تحقق عبادت و بندگی خداوند عزوجل گام برداریم و رضایت و خوشنودی او را در نظر بگیریم. همونطور که میدونید میتونید با ایمیل با ما @nurtv.net با ما ارتباط برقرار کنید، سوالاتون را با ایمیل بفرستید با آدرس با ما @nurtv.net و مستقیما ما اینجا در استودیو میتونیم ایمیل و سوال شما رو بگیریم و در صورت توانایی باذن الله تعالی بهش پاسخ بدیم. همچنین که میتونید با شماره های تلفن زیرنویس تلفن های برنامه تماس بگیرید و سوالات خودتون را مطرح بفرمایید تا اینکه پاسخ بگیرید. خداوند عزوجل انسان های مؤمن را بارها در قرآن کریم به صبر و شکیبایی دعوت کرده و ماه رمضان ماه صبر و شکیبایی است. قرآن کریم در آخرین آیه سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. و همچنین در آیات بسیار زیاد قرآن کریم، این یکی از اون آیات هست که ندای ایمان خداوند عزوجل مؤمنان را خطاب قرار می‌دهد، مسلمانان را خطاب قرار می‌دهد: ای کسانی که ایمان آوردید، صبر پیشه کنید و یک دیگر را به صبر دعوت بدهید و صابرو. و این نتیجه اش در نهایت بعد از صبر و مصابره و شکیبایی راه رستگاری را به ما نوید میدهد: لعلکم تفلحون. و همینطور که میدانید روزه یکی از خصوصیات و ویژگی های خاصی که دارد اینه که انسان را به صبر و شکیبایی عادت می دهد. انسان مسلمان روزداری که از طلوع فجر تا غروب آفتاب لب به غذا و نوشیدنی ها حلال نمی زند و خود را از مباحات دنیا نگه می دارد، از خوردنی ها و آشامیدنی ها، مطمئناً این انسان می تواند و این را تأکید میکنم می تواند از گناهان دست بکشه و در قبال لذتهای حرام دنیا خود را تحمل کند و دور نگه دارد. و در واقع درسی به انسان میدهد و راهی به انسان نشان میدهد تا اینکه چگونه بتواند اخلاق خود را و عادتهای خود را اصلاح بکند. اگر کسی از ما خدایی نکرده و خود آگاه‌تر به نفس خویش هست، عادت و روش بدی در زندگی داره که میفهمد این روش اشتباه است و نباید این مرتکب میشد، ماه رمضان ماه خوبی که خود را از این عادت بد پاک بکنه. مثال میزنم، بسیاری از برادران عزیز روزدار سیگاری هستند، دخانیات استعمال میکنن. در طول روز 14 ساعت 12 ساعت به راحتی از این ماده خبیث و کثیف دست میکشن. چرا؟ چون روزه را باطل میکند. به خاطر رضای الله که شده سیگار و قلیون و دخانیات رو کنار میذارن.
اما هنوز افطار نکرده رو میارن بهش، به احساس میکنن که باید این را بکشند و استعمال بکنند. عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان، شما خیلی 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 توانمندتر از آنید که در این زمینه ببازید. شما نیروی خیلی قوی دارید در بدنتون، اراده و عزم خاصی دارید که چون روزه هستید میتونید به آن پی ببرید. عزم و اراده روزدار قابل تحسین است، بهش آفرین باید گفت و از خداوند باید شاکر بود که به ما همچون نیرو و عزم و ارادهی داده که از خیلی از کارهای مباح، خوردن و نوشیدن حلال دست بکشیم. پس بنابراین این عزم را تقویت کنید، این اراده را تقویت کنید تا بتونید بر خودتون غلبه و چیره بکنید و در مقابل گناهان و معصیت ها و زشتی ها و پلیدی ها و خباست ها و گناهان کاملا به خودتون میگی خیر، چیزی که خدا حرام کرده امکان ندارد من مرتکب بشم، من یک روز تمام روزه گرفتم تا اینکه رضای خدا را به دست بیارم، حالا با یک چشم هم زدن این را زیر پا میذارم، امکان نداره. پس شما برادر روزگار، شما خواهر روزدار میتونید، خیلی راحت هم میتونید عادتهای زشت و نازیبا، من یکیش رو مثال زدم، استعمال دخانیات هست. اما ما انسان ها صدها و بلکه هزاران عادت زشت و نازیبا را در خودمون داریم که میتونیم شناسایی کنیم. بله از اتاق فرمان اگر که سوالاتی هست میتونم بس کنن. بفرمایید. اولین سوال، بله، آقای حسینی از ابوظبی. قطع شد مثل سوال. آقای نادر از ایران بفرمایید. سوال من این است که آب خدبرشون در ماه مبارک رمضان بله. مرده هم میرسه یا نه؟ چی به مرده میرسه؟ خیر و صدقات، خیرات و صدقات، خیرات و صدقات. بله ان شاء الله. قرآن خواندن برای مرده هم میرسد یا نه؟ خب خیرات و صدقات یک سوال هست، تلاوت قرآن یک چیز دیگه است. تلاوت قرآن سوال دوم، تلاوت قرآن است. تلاوت قرآن بعد از بله بله روز که بله بله تموم شد، نم تلاوت قرآن، تلاوت قرآن به مرده میرسد یا نه؟ بله بله انشاءالله پاسختون خواهید گرفت. خواهش میکنم، موفق باشید. بفرمایید. نریما از ایران بفرمایید. لطفا سوال خواهر. الو سلام. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. خسته نباشید، من یه سوالی خدمت داشتم آقای حاجی. بفرمایید بفرمایید، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، در مورد من سحری هست، جای واقعا آدمی که برای سحری بیدار بشه فرض هستش یا نه؟ چون شرط کاری من جوری هستش سحری نمیتونم بیدار بشن. بله بله خیر انشالله. ساعت چند تا ساعت چند سر کار هستی؟ چون من مجبورم مثلا ساعت اگه 4 بیدار بشم مجبور هستم که دوباره ساعت 8 صبح هم 7 صبح هم باید بیدار بشم که سری برم سر کار. خب ساعت کاریتون ساعت چنده؟ 8 صبح تا 4 بعد ظهر. تا 4 بعد ظهر. بله. خیر انشالله. پس شب چه کار میکنی؟ شب میتونید بخواب زود بخوابید یا نه؟ من شبم تا ساعت 11 باید بیدار بمونم. اوکی. تو رستوران کار میکنم. بله خیر انشالله. قربان شما. خواهش میکنم، عفو باشه. شخص دیگر، نفر بعد. کسی پشت خط نداری؟ خانم سارا از ایران بفرمایید. علیکم السلام خواهر محترم. سلام. بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. من ریزی بودم، بعد دو بار بچارم در روز رابطه جنسی داشتیم. بله. یک باید خواسته بودی باید نخواسته. حالا میخواستم ببینم چیزه. دو بار چی میشه؟
چی میشه خواهرم؟ دو بار دو روز دیگه بودم با شوهرم هم بستر دادم، یه بار خواسته بود یه بارش نخواسته. حالا میخواستم ببینم چیکار کنم. شما خودتون راضی بودید یا اینکه به اکراه این کاری انجام دادن؟ خب راضی بودم، گفتم یه بار خواسته بود یه بارم نخواسته. بله یه بعدم خیلی پشیمون شدم، دیدی میزنم چکستم گفتم چک گناه بسیم یا این کار کنم. بله بله خیلی شد. خواهش میکنم. کسی پشت خط هستن؟ آقای خانم حسینی از ابوظبی بفرمایید. خسته نباشید. خیلی ممنون آقای حسینی، بفرمایید. من دو تا سوال داشتم آقای استاد جان. اونچه که در مورد برنامه رمضان و روزه هست ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید. یکی این که درباره به همون میگم پول تو بانک داشت اینا ربا یا نه اینا. بله سرمایه گذاری در بانک؟ بله تو بانک ها مثلا ایران کسی پولی بذاره مثلا در سایی مثلا در درصدی پنج درصدی بانک فقط سرمایه گذاری یا امانت باشه؟ امانت موقت باشه؟ امانت باشه مثلا. بله خیلی شد. دون درباره طریقه وضو گرفتن که تو قرآن اومده، وضو وارد شده از رسول الله. بله که تو قرآن اومده که مثلا به امسر و وجود هم نمیدن و عیدی هم ایال کردن اینا دارم توضیح بیدین. بله یکم درباره برای زکات بینم چه کسانی شما بده، مثلا ما مغازه مثلا داریم چقدرش چجوری با زکات حساب کنیم؟ بله آیا از راست مال حساب کنیم؟ آیا از کار کرده اون حساب کنیم؟ چجوری با حساب کنیم؟ بله دستون دارم نکنیم. نوع کارتون چیزه؟ تجارت هست؟ کاسبیست؟ تقریبا بله. بله خیلی انشاءالله. خواهش میکنم، خواهش میکنم، عفو باشید. بله آقا محمد از افغانستان بفرمایید. آقا محمد بفرمایید. قطع شد زاری مسادشون تماسشون. خواهرمون خیرالنسا از دبی بفرمایید. من یک سوال داشتم. وقتی که مسجد زنها در ممکن است نماز تراویح ثواب است در مسجد؟ بله شما یعنی میرید مسجد برای نماز تراویح؟ ثواب است زنها ده. بله یعنی شما برای شما اجر ثواب هست یا نیست این سوال میکنید؟ بله برای خواهران. پس حضور خواهران در نماز تراویح درسته؟ این سال پاسختون خواهید گرفت. خیر ان شاء الله. من چند سوال پاسخ میدم تا اینکه سوالای بعدی از رو برسه و دیگران بتونن فرصت داشته باشن برای سوالشون. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی قبلا تماس گرفته بودم بعد دوباره. خب اولین سوالمون از آقای نادر از ایران بود درباره خیرات و صدقات برای مرده. بله به اتفاق علمای امت اسلامی هر نوع خیرات و صدقات عینی چه پول باشد و چه نقدی باشه، یعنی چه عینی باشد پول باشد چه خیرات باشد از مال و غذا و ثروت و چیز دیگه به میت میرسه. ما یه خیر میکنیم میگیم این به اجر پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، جده عمه خاله الاخری، انشالله این هم ما اجر داریم هم ثوابش به اون اموات میرسه. خیر و صدقه با هر چیز حلال و پاکی که باشد هم ما اجر داریم هم فاعل، هم کسی که صدقه میدهد هم اون شخصی که براش نیت کردیم. اتفاق است و هیچ خلافی بین این نیست. اما در مورد قرآن کریم، در مورد قرآن کریم آیا میشه ثوابش را بخشید و هدیه کرد به عبارت دیگر به روح فلان میت؟ اختلاف درش هست ولی سنت و ادله وارد شده از علمای امت اسلامی اینطور نشون میدهد که این کار نبوده که ما کسی را سراغ داشته باشیم قرآن بخونه بعد بگه من اجر این تلاوت را میبخشم به فلان. این چیز نبوده است، بلکه آنچه که علما میگویند اینه که
یک انسان، یک پسر یا دختر یا نوه یا نتیجه صالح و پاکدامن و مسلمان و با تقوایی که قرآن میخواند، این خود به خود علاوه که خودش اجر میگیرد، اجر به آبا و اجدادش هم میرسد. دلیلش اینه که ما از نسل انسانهایی هستیم که اگر اونها هم مثل ما پدران و اجدادمون صالح و مؤمن و با تقوا بودند، در واقع نتیجه آنها هستیم، کسب آنها هستیم. ولذا لزومی به نیت و دعای خاصی نیست که ما بگیم خدایا ما این هدیه تلاوت قرآن رو هدیه میکنیم به روح فلان میت، بلکه بهتر آن است که ما بعد از این تلاوت مبارکی که انجام دادیم یا ختمه ای که کردیم، ختم کامل قرآن کریم، دعا کنیم برای خودمون، برای امواتمون، برای ذریه‌مون، برای عموم مسلمان ها، دعا کنیم برای همه کسانی که دوستشون داریم. بله. در مورد خانم یا آقای نریما معذرت میخوام، آقای نریما از ایران پرسیده بودن که آیا حکم سحری خوردن چیه؟ شرایط کاریشون شاید بعضی وقتا اجازه ندهد که سحری رو، وقت سحر منظورشون بیدار بشن و سحری بخورن. نکنید، سحری خوردن سنت هست، مستحبه، ولذا اگر کسی بتواند وقتش رو طوری تنظیم کنه که قبل از اذان صبح به نیم ساعت، به نصف ساعت بلند بشه و یک حتی یک لیوان آب هم که شده چند جرعه آب بنوشد و دیگه نیاز به غذا هم نباشه، یا اینکه یه لقمه غذا بخوره، این براش اولاتر و بهتر و ثواب و اجر داره. چون از عادت سحری اینه که انسان بتونه قبل از نماز صبح بیدار بشه و خودش را به نماز صبح در وقت خوندن عادت بدهد. این حکمت و فلسفشه. حالا اگر کسی به شرایط کاری یا زمانی یا طبیعت خودش بیمار بود، نتون خسته بود، نتونست بیدار بشه، مشکلی ایجاد نمیکنه، روزش درسته و میتونه روزش را بگیره تا غروب آفتاب. الله تعالی علم. در مورد خانم سارا از ایران پرسیده بودن که خواسته یا ناخواسته دو روز در ماه رمضان با شوهرشون همبستر شدن، اگر این کار را در روز ماه رمضان، یعنی در وقت روزه بودن انجام دادن، کار بسیار اشتباهی کردند و این یکی از گناهان هست که باید از اون توبه بکنه و کفاره سنگینی هم داره. اگر ما اگر در شب بوده اشکالی نداره، شب حلال است که انسان با مردش همبستر باشد، یعنی بعد از افطار کردن تا قبل از سحری، قبل از حالا دقیق تر بگیم قبل از اذان صبح یا طلوع آفتاب، طلوع فجر صادق که همان وقت اذان صبح هست، قبل از این فرصت انسان حلاله که بخورد و بنوشد و همبستر بشود الی آخره. اما از زمان طلوع فجر صادق، از زمان نماز اذان صبح تا اذان مغرب که غروب آفتاب هست، دیگه همونطور که خوردن و آشامیدن حرام هست، دیگه نباید بخورد و الا روزش باطل میشه و از دخانیات هم نباید استفاده بکنه، نباید با همدیگر، یعنی زوج و شوهر حلال هم نباید با همدیگر همبستر باشند. اگر شدن همبستر، اینجا کفاره سنگین دارد. کفارش هم اینه که باید 2 ماه قمری پیاپی بعد از رمضان روزه بگیرن. 2 ماه پیاپی باید روزه بگیره به ازای یک روزی که به عمدن همبستر شدن و روزشون باطل شده، علاوه بر اینکه اون روز را قضا میکند. یعنی 3 حکم برش مترتب میشه. حکم اول این است که بقیه روز را نمیتونه، چون روزش افطار کرده، روزش باطل شده است، بخورد، باید امساک بکنه. حکم دوم این که باید اون روز را قضا بکند، یعنی اون روزی که همبستر شده و روزش باطل شده باید بعد از رمضان به جاش یه روز بره. و کفاره حد که حرمت ماه رمضان هم اینه که 2 ماه پیاپی به نص حدیث صریح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مقابل اون صحابی که اومده بود این کار مرتکب شده بود، با چیکار بکنه؟ 2 ماه پیاپی باید روزه بگیرد پشت سر هم. یعنی بعض این گناه هم باید توبه بکنه و مرتکب نشه. تلفن آقا محمد هم که قطع شد از افغانستان. خیر نوسا از دبی پرسیده بودن که حضور خواهران در نماز تراویح حکمش چیه؟ بله،
حکمش مستحبه. حضور خواهران در نماز تراویح مستحب و سنت است و اجر و ثواب دارد، ولی به شرطی که مرتکب کارهای خلاف نشن. خلاف خواهران اینه که بد حجاب باشه در هنگام حضورش در مسجد، و یا اینکه از عطرهای تندی استفاده کند که دیگران را به خودش جلب کند. پس خواهر محترم با رعایت حشمت و وقار و حجاب اسلامی و عدم استفاده از عطورات میتونه، اگر مزاحم مردها و جوانها نیست، میتونه مصلاه جداست، اتاقش جداست، میتونه استفاده بکنه و بره از نماز در نماز تراویح، از فیض نماز تراویح بهرمند بشه و اجر ببرد. هنوز این سوال دیگه مونده بود. بله بله، بفرمایید بفرمایید. سلام سلام بپرسم. بفرمایید خواهرم. سلام. سلام خواهر. خسته نباشید. متشکرم خیلی. میخواستم بدونم که صلوات نذر کردن درسته؟ ما میتونیم برای یه کاری مثلا نذر کنیم، صلوات برای خدا نذر کنیم. صلوات برای کی؟ صلوات بر و درود بر پیامبر. بله بله، درسته نذر کردنش میشه؟ من الان پاسخ میدم خدمت شما. پاسخ میدم ان شاء الله. بله. خب سوال دیگر نیست. من یک سوالی که آقای عبدالجلیل از افغانستان، بفرمایید. آقای عبدالجلیل بفرمایید. بله. بفرمایید برادر محترم. بفرمایید. الو السلام علیکم، بفرمایید. بله. بفرمایید. بفرمایید سوال. من عبدالشکور از تهران زنگ میزنم. عبدالشکور از تهران، بفرمایید. این سوال قطع شده مستین که. بله آقای عبدالشکور بفرمایید، سوالتون مطرح کنید. من از تهران زنگ میزنم. بله بله، سوالتون در استودیو دارم، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. من بعد از نماز عشاء دو رکعت نماز نفل میخونم. بله. بعدش؟ من دو رکعت نماز نفل بعد از نماز عشاء میخونم. بله. شما صدای تلویزیون رو پیش خودتون ببندید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مرده هم، یعنی چطوره؟ چطور میکنید؟ دو رکعت نماز. بله بله، خب فهمیدم. دو رکعت نماز نفل میخونید، به چه نیتی؟ دو رکعت نماز میخونم بعد از نماز سنت. بله ها، خوب است. یعنی ثواب این میرسه برای مرده همون یا خیر؟ ها، ثواب نماز سنت یا نفل برای میت ها، انشالله. بله انشالله پاسختون خواهید گرفت. بله آقای عبدالحمید از ارومیه بفرمایید. الو. بفرمایید برادرم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زیادت شما قبول باشه. خیر شما همچین، متشکرم. من یک سوالی دارم در مورد سرفتره. بله. چه به کمیته امداد داده بشه، درسته یا نه؟ یا شماره تلفنی، مثلا شماره بانکی دادن به کشور سومالی. بله. که مثلا بتونیم این پول سرفتره را واریز کنیم. این پول شرعن جایزه به سرفتره میرسه یا نه؟ سرفتره شون مثلا برای که روزه دار هستی سرفتره ما قبول میشه یا قبول نیست؟ انشالله. سوال دارم، اگر لطف کنی خیلی ممنون. پاسختم فایده شما قبول باشه انشالله. از شما که متشکرم. بله بفرمایید. آقای شکری از کویت یا از سوئد، نمیدونم، بفرمایید. شکیلا سلام علیکم. شکیلا از کویت، بفرمایید. از سوئد. بله بله، از سوئد هستم. استاد گرامی عزیز، هم یک سوال از شما مطرح کردم، من تا یک جزش جوابش را نگرفتم. بله. به خاطر بیماری قند بوده که خالم انسولین میگیرد، آیا عضویش باطل می شود یا نه، زمانی که انسولین آنها استعمال می کنند از طریق سوزن؟
شما در مورد روزه پرسیده بودید قبلا نه؟ نه با خاطر که از من پرسیده بودن که آنها کمی برایش ناراحت کننده است. نه ایشون انسولین استفاده میکنه خواهرمون انسولین استفاده میکنه و پشت سرش غذا میخوره درسته؟ بله. خب درباره روزش استر بخاطر وضو بخاطر گرفتن اش پرسیده بودم که وضو را باطل میسازد یعنی هم سوزن تزریق میکنه. نه تزریق روز تزریق سوزن روزه را باطل نمیکنه. این اتفاق هست روزه را چرا باطل کنه؟ زمان کوزی بعد انسولین که استفاده میکنه نه نه بله آیا وضوعش باطل می شود یعنی استاد گرامی بله بله خیلی نشد طریق پوست یعنی اونها سوزن می زنن بله. داخل پوستش خود سلین داخل جسمش می سوزن خیلی نشد منظورم نمیدم شما فهمیدید یا نه درست واضح تر برای تا نتانستم انسولین را با سوزن تزریق می کنه درسته؟ بله خب آیا وضوعش باطل می شود یا نه با انسولین روزه باطل نمیشه ولی خب به خاطر اینکه میخواد غذا بخورد ما عرض کردم خدمت شما که چون غذا میخورد دیگه روزش باطل میشه و ایشون بیماری مزمن داره باید این دوا هم استفاده بکنه پس بنابراین ایشون فقط کفاره فدیه میدهد به ازای هر الان در مورد روزشون تموم شد قضیه؟ گرفتی پاسخ؟ درباره روزه منظورم از وضوعش بوده وضوع زمان که وضوع میگیرد بله بعد از وضوع گرفتن برای نماز مشکلی ندارد هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه یعنی استعمال سوزن یا تزریقات وضوع را باطل نمیکنه خواهرم ولی اون که یک قطره خون از بدن خارج بشه بله درست است قربان شما خداوند شما را در پناه خود داشته باشد انشاءالله خداحافظ خواهش میکنم سلامت باشید ابو محمد از اهواز بفرمایید. بسم الله خیر خسته نباشید. خیلی ممنون متشکرم بفرمایید. یه سوال داشتم راجع به نماز ظهر و نماز مغرب. بله. آیا نماز ظهر اگر با عصر بخونیم اشکال داره یا قضا میشه؟ یعنی بعد از نماز بعد از اذان عصر. بله. اگر نماز ظهر را بخونیم قضاست. همچنین بعد از نماز مغرب را بعد از اذان عشا را بخونیم. قضا میشه یا قضا نمیشه بعد از نمازها درسته؟ یعنی ترتیب رو عوض کنیم بله یعنی با هم بخوانیم بعد از اذان عشا یا بعد از اذان عصر خب آها بعد از اذان عصر بله بله خب انشالله پاسختون خواهید گرفت سپاسگزارم تشکر خواهش میکنم سلامت باشید سوال دیگه داریم یا اینکه بریم سوال این سوالات رو پاسخ بدیم که خیلی طولانی شده اتفاقا کنم وقت کمه آقای حسینی از ابوظبی پرسیده بودن که سرمایه‌گذاری در بانک ها عرض کردم خدمت شما که قبلا هم این سوال ها زیاد اومده سرمایه‌گذاری در بانک ها به عنوان سپرده یا امانتی که بخوایم از اون فایده برداشت بکنیم حرام است این اتفاق فقها و مجامع فقهی هست برادران و خواهران عزیز چون سود بانکی به این شیوه سودی است که به امانت اون پول گذاشته می شود یعنی به عبارت دیگر آن قرض کل قرض جر نفعا فهو ربا ما یه امانت نقدی را در یه حساب ثابت نگه می داریم تا اینکه فایده روش بیاد این فایده پول ربا حساب می شود در هر بانکی می خواد باشد که به هر حال باید چیکار کرد؟ باید این را سرمایه گذاری کرد در مجال هایی که میتونیم ازش کار بکشیم وضوعی وارد شده ایشون گفتن در قرآن یا در سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوشبختانه ما یه برنامه داریم به نام آموزش وضوع و آموزش نماز که یکی از برادران عملا اجرا کرده بنا به نص آیات و روایات و انشالله بازم زیر نویس میکنیم اگر شما متوجه یعنی نتونستید به هر حال شرایط کاریتون که این برنامه را ببینید انشاءالله میگیم که از فردا دوباره بازپخش بکنن طریقه وضو گرفتن و طریقه نماز خوندن هر دو رو انشاءالله در خلال برنامه ها هم در روز هم در شب دوباره برنامه را پخش میکنیم تا اینکه شما و دیگران بتونید استفاده کنید
زکات مال تجاره پرسیده بودن، هر کسبه یا هر تاجری در مورد ثروتی که به کار گرفته این مسئله را باید رعایت بکنه. اولا یک سرمایه تأسیسی مغازه یا شرکت یا اون تجارتخونشه که اینها حساب نمیشه، مثل دکوراسیون، مثل تلفن، فاکس و دستگاه هایی که ثابت هست و جز اساسیات و مؤسس هست، این حس جز چیه؟ جز مال زکات حساب نمیشه. مال زکات رو از اینجا حساب میکنیم، تمام جنس هایی که در مغازه یا در انبار داریم قیمت میزنیم، به اضافه مال یا پول نقدی که در حساب داریم، مجموعه حساب هایی که الان روی شرکتمون یا روی این مؤسسه‌مون الان در گردش هست و داریم، به اضافه اون طلباتی که از بازار داریم، اونها هم طلبه هایی که قابل استرداد هست، یعنی ما یه سری طلب هایی داریم ممکنه خیلی ازش گذشته 10 سال 20 سال و دیگه امید بازگشتش نیست، اونها رو حذف میکنیم. اما طلب هایی که الان عاجلا به بازار داریم، جنس دادیم به بازار و خلال 6 ماه، خلال کمتر از 1 سال داره برمیگرده، اینها جزء چیه؟ جزء مال تجاره هست، جزء سرمایه شرکت به عبارت دیگر. پس بنابراین طلب هایی که از بیرون داریم، به اضافه مال نقدی که در حساب هست، به اضافه اموال عینی که ما در مغازه یا در انبار داریم، همه این ستا رو جمع میزنیم میشود کل رأس المال ما، یعنی رأس المال به اضافه فایده، به اضافه کل فایده. هزینه هایی که تا به حال رفته، مثل اجار، مثل هزینه های حکومتی، حالا اجار یا پول برق، پول آب الی آخره، و همچنین هزینه های مصرفی ماهیانه مانند حقوق کارگران و کارمزدان، مدیران و الی آخره، همه اینها حذف میشه. الان چیز ثابتی که داریم در تاریخ قمری، مثلا اول رمضان یا ماه رمضان که میخوام حساب کنیم، همه اونها رو حساب میزنیم و 2.5% از چیکار میکنیم؟ 2.5% رو زکات باید بدیم، یعنی 1/4 یا 2.5%. اگر سرمایه ما 1,000,000 برسد، میشود 25,000، 25,000ش میشه زکات. سوالات دیگر پرسیدن، خانم مریم پرسیده آیا میشه درود و سلام رو و صلوات رو نذر کرد؟ همچین چیزی وارد نشده، چون صلوات و ذکر خودشون چی هستن؟ ذکر و نیایش فردیه دیگه، نذری نیست، نذری درش نیست. آنچه که هست و ثابت شده، نذر هست در چیزی که به دیگران فایده برسد، نذر در چیزی که به دیگران فایده برسد، و غالبا نذر در اموال هست، نذر در حالا بعضیا نذر به نماز هم میگیرن که بله اگر فلان کار برطرف شد میشه مثلا چند رکعت نماز خوند، اما به درود و سلام من حقیقتا چیز نمیدونم و فکر نمی کنم که سنت و روا باشه. والله تعالی اعلم. آقای عبدالشکور پرسیده بودن سبب نماز سنت یا نفل برای میت، نه خیر، این همچون چیزی وارد نشده، هرچند که میشه این کار را کرد ولی وارد نشده. عزیزم، شما و سایر مسلمان ها باید بدونیم که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. ما باید همیشه پیرو سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم و پیرو علما و صحابه و بزرگان تابعین و بزرگان دین. در دین اسلام گاهی ندیدیم که نماز بخونن به جای کسی دیگه، بگن که این هدیه این نماز برسد برای فلانی. بله، میشه به جای دیگری زکات داد، میشه حج رفت و در بعضی از روایات میشه روزه گرفت اگر روزه به اصطلاح فرض داشته و قصد داشته که روزه بگیرد. اما نماز یک عبادت کاملا خصوصی و شخصی است، همچنین ذکر و عبادت های دیگه، و بهتر اینه که ما این نماز را میخونیم برای خودمون بخونیم، ولی بعد از نماز یا در داخل نماز اگر بلد هستیم برای اون امواتی که دوست داریم دعا کنیم. آقای عبدالحمید از ارومیه پرسیده بودن در اینکه سرفطرشون رو برای انجمن خیریه یا کمیته امداد یا هر چیز دیگه بفرستن، من توصیه میکنم که سرفطر زکاتی است که باید به فقرا، اونطور که در حکمت
سرفطر آمده است باید به فقرای همون محله یا همون شهر و آبادی برسد. اغنوهم عن سؤال الناس. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که در روز قبل از عید فقرا و مستمندان جامعه را از گدائی و تکدی چیکار کنید؟ بی‌نیاز کنید. پس اولا و افضل و بهتر اینه که درباره زکات فطر و همچنین زکات واجب، زکات مال، میشه چیکار کرد؟ باید از نزدیکتر شروع کرد. اگر اینها صله اقارب، صله رحیمی با ما دارن، عمه و خاله و عمو و برادرزاده ها و خواهرزاده ها و امثال اینها، اینها اگر فقیر درشون باشد اولاتر از دیگران هستند. و اگر نیست، در میان اینها فقیر نیستند، بریم به همسایگیمون و هم محلهیمون و هم شهریمون و هم روستاییمون و از اونها شروع کنیم. یعنی اونها که نزدیکتر هستند و آشنا هستیم با زندگیشون اولاتر به پرداخت زکات نسبت به دورترها هستند. خانم شکیل هم که پاسخشون رو مستقیم گرفتن. و اما ابو محمد در مورد این که نماز ظهر رو بعد از اذان عصر و نماز مغرب رو بعد از نماز اذان عشا خوندن آیا قضاست؟ بله، در فقه اکثر فقهای اهل سنت اگر نمازی وقتش تمام شد به نماز وقت بعدی رسید میشه قضا و باید به نیت قضا خوند. مثال میزنم، چون وقت نماز ظهر و نماز عصر به هم متصله و همچنین وقت نماز مغرب و نماز عشا به هم متصل هست، اگر که اذان عصر داده شد دیگه وقت نماز ظهر گذشته و اگر نماز عشا داده شد وقت نماز مغرب دیگه گذشته، مگر برای مسافری که بخواد نیت جمع کرده جمع تأخیر یعنی به عبارت دیگر و واضح‌تر، در وقت نماز ظهر داخل اتوبوس یا قطار یا هواپیما بوده و نیت و شرایط نماز خوندن براش فراهم نبوده، حالا نیت کرده است که نماز عصر که رسید به مقصدش در اونجا قصر رو جمع بکند، بله اشکالی نداره، وقت نماز عصر همون وقت نماز ظهر و عصر با همه براش و دیگه قضا نیست بلکه اداست. و همچنین در مورد نماز مغرب و عشا، اگر در وقت نماز مغرب به خاطر ترافیک، به خاطر الاخری عذر و بهانه ای نتونست نماز بخونه، میتونه نیت جمع تاخیر بکند، وقت نماز عشا میشه وقت نماز مغرب و عشا با هم یک جا و اون وقت وقت اداست نه وقت قضا. یه سلام از ایمیل اومده بود که با سلام خسته نباشید لطفاً زیرنویس کنید، یا این ما زیرنویس نمی‌کنیم، الان پخش زنده براتون پاسخ میدیم. آیا شخصی به هر دلیل بعد از اذان صبح سحری بخورد طبق گفته شیخ مسجدمان، آیا تا چند دقیقه قبل از طلوع تمام کند درست است؟ نیا کنید، اگر شخصی سحری میکند و اذان بلند شد، اذان صبح بلند شد، آن لقمه که در گلوش پایین ببرد، اما لقمه جدیدی که در دهنش هست رو نجود بیرون بدهد. نیا کنید، چون اذان به معنای دخول روز هست، شروع شدن وقت روزه گرفتن. پس بنابراین اگر لقمه‌ای در دهانش هست میتونه خورد بده، اما لقمه دیگر به دهانش نگذارد. بله، سوال 5 ایمیل هم اومده، اگر اجازه بدید من ایمیل ها رو پاسخ بدم. البته یکی از برادران به لاتینی اینجا سوال دادن و خوندنش ذره برای من مشکل، نمیدونم. السلام علیکم و رحمت الله. نتونستم والله چون یکم عجله هم دارم. لطفاً سوالاتتون به زبان فارسی بفرستید. سلام، خسته نشو. با تشکر از برنامه، من بیماری نارسایی مزمن کلیه دارم و دکترها روزه گرفتن را برای من کردن. میخواستم بنابر بدانم برای کفاره روزه چقدر بدا کنم. دلیل از ایران. روزه کفاره همینطور که فقها اتفاق دارن امروز یک به اصطلاح مد، یعنی یا 650 گرم، یک مد هر انسان تقریبا یک پر دست از اون غذایی است که خود انسان می‌خواد. حالا غالب مردم امروزا برنج استعمال میکنن،
یک پر کف دست خودش برنج که غالبا میشه 650 گرم به طور معمولی تقریبا به ازای هر روزی که افطار میکنید یک مد چیکار میکنید یا یک 650 گرم برنج رو صدقه میکنید به فقرا میدید. آیه 6 سوره مادر رو تفسیر کنید. متأسفانه بحث ما تفسیر نیست، چون روز این آیه درباره احکام چیه؟ احکام وضوح هست. یا ای الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق. من ان شاء الله این رو در بحث دیگه ان شاء الله مطرح خواهم کرد، چون وقتم بسیار تنگ الان. هر کس که با ایستادن ادراک کنه چه حکمی دارد؟ اگر معذور باشه، شخصی که معذور هست ایستادنش اشکالی نداره، ولی اگر معذور نیست و از روی شرایطش یعنی عذر داره نمیتونه بشیند یا نمیتوند مثلا معذور هست در نشستن، میگیم اشکالی نداره و جایز هست. اما اگر که به خاطر اینکه اسلام وقتی گفته بنشینید و در جای مناسب بنشینید، به خاطر اینکه پلیدی و نجاست به بدن و لباس و اماکن دیگه برخورد نکند، پس بنابراین رواست، ولی بهتر و اولا اینه که انسان بنشیند و از پلیدی و نجاست پرهیز بکنه. با عرض سلام خواستم باشه، سوالی داشتم در مورد خانم ها که در دوران قاعدگی از قرص استفاده میکنن، آیا گناه هست یا نه؟ خیر، این اتفاق هست و فقها معاصر اجازه دادن. خانم یا خواهر مسلمانی که بخواد تو کل ماه رمضان رو روزه بگیرد میتونه از قرص ضد حاملگی استفاده بکنه و مانع بشد یا دوره ماهیانش رو به عقب بندازه. و سوال دوم این که در مورد اعتکاف در خانه برای ما خانم‌ها. اعتکاف در خانه نداریم، ولی نشستن و خلوت کردن برای عبادت شما اجر دادید ان شاءالله. موفق و مؤید باشید. از دا فرمانم میگن که وقت برنامه کاملا فکر کنم تموم شده. و آخر دعواتی ان الحمدلله رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.